سلام سلام پیام رو خصوصی کن خب من اول چند تا سوال بپرسم تالا از شما اینو محسن خاموشش کنی خیلی باد میزنه بپرسم تالا من شما رو دیدم اصلا یه بار اول شما رو میبینم بار اول بسیار عمالی همه بار اولشون هست بعد بپرسم که خیلی عمالیه خب بپرسم که کیا سر کلاس منو میشناسن از قبل دوستی فامیلی کسیشون قبلا شاگرد من بوده بعد بگیم کیا من به زهرا جان راحت باش دختر خالتون شاگرد من بوده منتظری من بیام شیراز دختر خالت شاید من بوده خیلی هم راضی بوده خدا رو شکر بعد من پرسم که کیا سر کلاس ریاضی هم پزشکی میخونه آفرین کیه تا میده دختر خاله هم پس اکثرا تجربی هم. چشم مریم جان چشم خب بعد یه سوال دو تا سوال دیگه بپرسم شروع کنیم سوال اول اینه که کیا شیمی در یه حد نرم بلدن یه ذره شیمی بلدن دوستای شما با من کلاس زیاد که خیلی راضی بودن خدا رو شکر خواهرتون شاگرد من بوده داروسازی شیراز میخونه دمتون گرم هستی جان خیلی هم عالیه یه ذره نرم بلدیم بعد کیا سر کلاس شیمی اصلا بلد نیستن؟ شیمیتون خوب نیست. هیچی نمیفهمیم از شیمی ایلیا. چتا رو فقط واسه من میاد زهرا جان. شما بنویسی چتا رو من میخونم. چتا رو فقط من میبینم. چون جلسه اوله تو مسئله مشکل داره. خب. من تو شیمی اصلا نمی کنم بیاد کسی اصلا شیمی بدشم بیاد نگین شیمی رو دوست داره ما بقیه بدشون میاد تو محمد رضا قاسمی هم دوست داره محمد ترابی هم دوست داره خیلی من یه توضیح راجع به شیمی بدم بعد چوگان درس دارن اولا سر کلاس درسی نشستی که سخت‌ترین درس تو کل کنکور شما این درس برخلاف همه درس ها تنها درسیه که شما هم نکات تست یعنی نکات مسئله باید بلد باشی هم باید بلد باشی مفاهیم رو تحلیل کنی و هم حفظیاتت باید قوی باشی شما یه کتاب شیمی نداری رفیق من شما یه شیمی نداری شما پکیج شیمی داری و یک پکیج شیمی یعنی مسئله شیمی مفاهیم شیمی و حفظیات شیمی اگه کسی نهره سر کلاس حرفی که دارم میزنم راجب اون دانش آموزایی هم که دنبال این میگردن یه رشته خوب قبول شد دانشگاه خوب رشته خوب این که امروز همه الان نزدیک 200 نفر هم سر کلاس هم دمتون هم گرم این که ما امروز میبینیم سر کلاس 200 نفر از شما نشستن سر کلاس پیش ما هم معنیش چیز احتمال از بین 200 نفر شما ها انگیزه هم وجود دارد یعنی من دلم میخواد که یک مسیر رو برم تا این مسیر به نتیجه خوبی برسم شاید مسیر رو خیلی بلد نیستم من یه نکته رو بگم بچه‌ها بعد بریم با هم دیگه شروع کنیم ببینیم می‌خوام چیکار کنیم چیکار نکنیم قبل از اینکه بخوای درسی مثل شیمی رو یا همه درس‌های دیگه رو اما به طور خاص چون درس خودم میدونه درس شیمی می‌خوام صحبت بکنم اگر بخوای درس شیمی رو درست بخونی قبل از هر چیزی اصلا باید بدونی چرا می‌خوای بخونی تا زمانی که ندونم من چرا می‌خوام بخونم تا زمانی که این درس
فقط یه کتاب حفظی باشه، هی بخوام ردشم، هی بخونم، هی ردشم، از شیمی چیزی نمیفهمی. مجبوری اگه میخوای شیمی بخونی با شیمی زندگی کنی. شیمی درسی که آسانسور کنکورته. یعنی شما شیمی رو یه ذره از نرم بالاتر بزنی، یه ذره از نرم بالاتر بزنی، رتبه توی کنکور راحت یه رفعه میتونی 40,000 نفر جا به جا میشه، 50,000 نفر جا به جا میشه. هیچ درسی تو کنکور همچین ویژگی نداره. شیمی تنها درس کنکور شما که فقط کافیه یه ذره باش کنار بیاد، میتونه به راحتی رتبه خوب برات بیاره، دانشگاه خوب، شهر خوب برات بیاره. من نمیدونم کیا سر کلاس انگیزه هاتون برای درس خوندن چیزی هست، چی میخواین قبول بشین، چی نمیخواین قبول بشین. میگم مرضیه جان تو اومیا، بله فاطمه تخصصی عرض کردم. ما راجع به شیمی امروز، من قراره که من نمیدونم گفتین چند نفر کارو منو میشناختن، گفتن در رابطه با بقیه من خودم معرفی میکنم. من فکر کنم اول بچه ها قدیمی ترین معلمی هستم که شیراز، فکر کنم همه شما شیرازی ناره، سما چش همه شیراز داره. امروز کلن بچه های شیراز هم. من فکر کنم قدیمی ترین معلمی هستم که از تهران میاد شیراز درس میده. حالا امسال به خاطر شرایط کرونا من نتونستم متاسفانه در خدمتتون باشم، اما 13-14 سال من شیراز درس دادم. همین که اصلا خیلی از شما خواهراتون، برادراتون، فامیلاتون شاگرد من بوده، گویا این قضیه هست. من با روحیات شیرازی ها خیلی آشنا. قبل از اینکه بخوام شروع کنم به درس دادن، باید موافقم فاطمه این مشکل تو شیراز هست. البته چند نفری هستن که معلم خوبی هستن. اونا رو هم بهتون یاد میدم. نگین جان من محاسبات خودم بهتون یاد میدم. من از کنار تخته در حضورتونم. یعنی چی مرزیه نفهمیدم. خب امروز میتونیم چیکار بکنیم؟ ما چند جلسه قراره با هم دیگه فعلا گپ بزنیم. اول اخلاقای همدیگه رو یاد بگیریم اصلا، که اصلا میخوایم چیکار بکنیم چیکار نکنیم. امروز که علی نمیتونم این کارو بکنم، روش تستی رو که امروز نمیتونم بهتون بگم. شما فعلا هنوز مفاهیم رو بلد نیستی. من امروز میتونم یه کاری بکنم. من میام فهمیدم اینا تخته چه مرزی کروم شهر میشم بلد نیستم اونجا رو. من میام یه کاری میکنم، میگم آقا شیمی 11 هم 3 بخش عمده داره که شما تا حالا خوندینش. یه استوئیومتریه، یه آنتالپی و ترمودینامیکه، یه شیمیاییه. رای گیری میکنیم، بذار من چطارم باز بکنم، رای گیری میکنیم که به من اساسی بده دیگه. دست من بده، من خودم بچه‌ها میام بخورم. بیا من اسمای با رای گیری میکنیم اینو کی بیشتر چی دوست داره. کیا میگن استوئیومتری؟ من برامش فرق نمی کنم، شما دوست داری من میگم. کیا میگن شیمی عالی؟ و کیا میگن شیمی عالی با الف ممرزا؟ و کیا میگن آنتالپی؟ خب من یه بذار من بگم. خب مثلا من تو آنتالپی آخه استوئیومتری هم نیاز دارم. یه کاری میتونیم بکنیم، شما پنج شنبه هم با من کلاس دارین. آره شما پنج شنبه هم با من کلاس دارین. آره خب مثلا یه کاری بکنیم، موافقین امروز استوئیومتری رو بگم، یه تعریف اولیه از شیمی عالی بگم، پنج شنبه آنتالپی رو شروع کنیم با هم دیگه، چون آنتالپی نیاز به استوئیومتری داره. اگه بچه‌ش استوئیومتری بلد نباشه آنتالپی هم نمیفهمه. اگه همه موافقن سر کلاس من، کسی خوابش نمیاد، کسی بیحال نیست، همه سر کلاس پر انرژی، آخه دیگه سر مجبور یکیش انتخاب کنیم بابایی. یعنی یا مجبورم که اونو بگم یا اینو بگم.
فکر کنم امروز واسه جلسه اول بد نباشه یه گریزی بزنیم به استکشیومتری اول. من یه قلق استکشیومتری بهتون یاد بدم که تو آنتراپی وقتی میخوام مسئله حل کنم بهت بگم چه گریزی دارم استفاده میکنم. پنجشنبه آنتراپی بگم میها این بچه که میگن امتحان داریم آنتالپی بگیم چی؟ سینتیک که محمد این زیاده که شیش جلسه خوبه دیگه من میرسونم نگران نباش. دوشنبه امتحان داریم بیشتر آنتالپی بگیم چه کنیم آخه؟ آنتالپی بگم الان خب یک کاری کنیم باش من استورو میگم بعدش میرم مسائل آنتالپی کار میکنم. اگه ببینم استو بلدین میرم آنتالپی کار میکنم. خوبه؟ چون استو لازم دارم. یه سری بچه ها بلد نباشم فایده ای نداره. خیلی خوب. بریم استو بلدشم بریم سراغ آنتالپی. ببینیم بچه ها. من در رابطه با استوکیومتری میگم کل تعریف استوکیومتری. استوکیومتری بسیار مطلب ساده ایه. من تو مطالب استکشیومتری فقط یه خواهشی موقع درس من نمی نویسی نه حرف میزنی نه ایست دیگه فقط گوش میدی بعدن وقت میدم همه رو یاد داشت میکنی فعلا فقط حواسان من باشه. استکشیومتری یعنی من مقدار یه ماده رو بهت میدم مقدار یه ماده دیگر رو ازت میپرسم این میشه استکشیومتری. حالا من تو این وسط هی با شما بازی هم میکنم انقدر از این ماده چقدر از اون ماده با چه نسبت هایی با چه درصد خلوصی با چه بازه درصدی. تعریف استوکیومتری یه جمله است. جملهش میگه اینقدر از این چقدر از اون. این یعنی استوکیومتری. یعنی من هر سوالی که بررسی میکنم تو متن سوال میبینم مقدار یه ماده رو به من داده مقدار یه ماده دیگر از من میپرسه میشه استوکیومتری. اینقدر از این چقدر از اون یعنی استوکیومتری. حالا مسائل استوکیومتری مسائل استوکیومتری مثلا اگه بچه‌ها سوالی از من داشت شما خبر دو دسته مسئله میشه. ببینیم بچه‌ها مسائل استوکیومتری یا راجبه یه ماده است یا راجبه دو ماده. مثلا میگه یک مول هیدروژن چند لیتر هیدروژن است این راجبه یه ماده است. مثلا میگه یک مول هیدروژن با چند گرم اکسیژن وارد واکنش میشود این راجبه دو ماده است. یعنی وقتی من راجع به استوکیومتری با شما حرف میزنم استوکیومتری دو حالت داره یا راجع به یه ماده اطلاعات میده راجع به همون ماده از شما سوال میپرسه یا راجع به یه ماده اطلاعات میده راجع به یه ماده دیگه از شما سوال میپرسه. من برای اینکه راحت جا بیفته واسمون بدونیم بعد چیکار کنیم چیکار نکنیم میام یه کاری واسه انجام میدم. میگم بابا شما یه اتاقی رو فرض بفرمایید که این اتاق اتاق آ شما داخل اتاق آ قرار گرفتید این شما این اتاق آ یه دری داره که من قراره که از این دره رد شم این در اتاق آ و برسم توی راه رو. حالا سوال دارم مسیری که من میخوام از این اتاق آ برم توی راه رو چه مسیری بچه؟ من از اتاق آ نمیتونم غیب شم تو راه رو ظاهر شم که من از اتاق آ باید برم سراغ در آ از در آ برم سراغ راه رو. یه بار دیگه من تو اتاق آ هم میخوام برم توی راه رو از اتاق ها مستقیم میرم سراغ در ها از در ها میرم سراغ راه رو. اما اگر من اتاقی داشته باشم به اسم اتاق ها شما اینجا باشه این شما یه دری داشته باشه به اسم در اتاق ها بعد یه در دیگه ای هم باشه به اسم دری و اتاقی باشه به اسم اتاق بی و اگه من بخوام از اتاق آ برم اتاق بی مسیری که من تیک کنم اینه از اتاق آ میرم سراغ در آ از در آ میرم سراغ در بی از در بی میرم داخل اتاق بی اینا هاش دیگه. من از اتاق آ میرم سراغ در آ از در آ میرم سراغ در بی از در بی میرم داخل اتاق بی. یه بار دیگه من از اتاق آ میرم سراغ در آ از در آ میرم سراغ در بی از در بی میرم سراغ اتاق بی. اگه بخوام واسه این استوکیومتری بنویسم
میگم هر جایی که هستی رو واسه من بنویس. شما کجایی؟ تو اتاقا. مینویسم اتاقا، یه ضرب در یه خط کسری، اتاقا میاد پایین، از اتاقا میرم سراغ درا. اونی که پشت سرت رد میکنی و پایین بنویس، به جایی که میرسی بالا بنویس. از اتاقا میری سراغ درا، اتاقا میاد پایین، درا میره بالا. حالا درا رو رد میکنی میری تو راه رو، درا میاد پایین، راه رو میره بالا. حالا از حل این سوال، اتاقا با اتاقا، درا با درا ساده میشه، در نهایت میمونه واحدی که ازت خواسته. یکی دیگه، من از اتاقا بخوام برم اتاق بی، اول کجا هستم بچه ها؟ ببینم کجا هستم. اون جایی که هستم اول باید بنویسم. کجا میشه؟ اتاقا. مرسی. اتاقا. یه زد در یه خط کسری. اتاقا رو رد میکنم میرم سراغ در آ. اگه اتاقا رو دارم رد میکنم چی رو پشت سرم رد کردم بابا؟ یعنی چی رو پایین بنویسم؟ اتاقا. مرسی. به کجا برسم بعد از اتاقا؟ پس بالا می نویسم در. حالا یه ضرب در یه خط کسری. آقا من وقتی میرم سراغ این در، از این در رد میشم میرم بیرون، میرسم به در اتاق بی. این چیزی که رد میکنم پایین میشه در، بالا میرسم به در بی. یه ضرب در یه خط کسری. حالا در بی رو رد میکنم، آفرین، میرسم به اتاق بی، ساده میکنم، میگم اتاق آ با اتاق آ، در آ با در آ، در بی با در بی، در نهایت بمونه اتاق بی. مسیحا اینا که گفتی اصلا چی هستن؟ با هم باش بابا. من میگم شما اتاق آ براتون میشه داده مسئله، اتاق بی براتون خواسته مسئله است. در توی شیمی یعنی مل، در یعنی مل. از امروز به بعدم ما یاد میگیریم چیو؟ یاد میگیریم هر جا مل دیدم بغلش بذارم یک، هر جا گرم دیدم بغلش بذارم جرم ملی، هر جا لیتر گاز دیدم بذارم 22.4، هر جا میلی لیتر گاز دیدم بذارم 22400، و هر جا N یعنی تعداد ذره یا اتم دیدم بذارم عدد آووگادرو 6.2 ضرب در 10 به توان 23. من یه بار مرور کنم، تو هم با من تکرار کن. من اگه از اتاق آ بخوام برم توی راه رو، مسیرم چیه بچه ها؟ اتاق آ به، اتاق آ به در آ، در آب راه رو. بسیار عالی. حالا اگه از اتاق آ بخوام برم سراغ اتاق بی، من از اتاق آ میرم سراغ در آ، در آ رد میکنم میرم سراغ در بی، در بی رو رد میکنم میرم سراغ اتاق بی. یادم بیا که من تمام تعریف ما اینه، اتاق آ یعنی داره یه مسئله، اتاق بی یعنی خواسته مسئله، در هم که یعنی مول. هر جا بهت گفتم برو سراغ در، یعنی برو سراغ نوشه بعدی. هر مول برای گرم دیدم جرم مول دیدم 22.14، میلی لیتر دیدم 22400، این دیدم 6.2 در در 10 توان 23. حل بابا؟ صدای من خرابه. الان بنویس.
هست. چرا یه عربش من نوشتم جواد؟ مریم جان من دهم درس نمیدم عزیزم. نه بنویسین دیگه نگی. بنویس. سر جان باید درسم برسه بابا به یه جا. من توی یک ساعت و نیم که نمیتونم بیام همه مطالب رو درس بدم. بذار باید به مرور با هم دیگه با من ننویس فاطمه جان. به مرور پیش میریم اونو پنج شنبه میگم نگران نباش. شیمی پایی تو ناشانز دهمی یا یازدهمی مریم جان. الان خواهد نرسه خورس بازدر رو بگم. اگه یازدهمی چرا تو یازدهم دهمو درس میدم دهمو جدا درس نمیدم ولی نگران نباش صفر تا سرش خودم بهتون میگم نگران نباش. اصلا نگران نباش آقای زاره من آنتالپی رو یه جوری بهت میگم همه یه تستاش هم میزنی ولی آنتالپی زمان میبره چون طولانیه مطلبش زمان میبره. چشم میگم پیوندم میگم الان فاطمه اصلی بهتری پس سه دهم بچه ها مشکل دارن خب اینکه یازدهم یا تو دهم نداره. بغل مول نوشتم یک بغل گرم جرم مولی بغل لیت 22.4 بغل میلی لیت 22400 بغل ان 6.2 ضرب در 10 به توان 23 پس 13 هم محلوله. حالا آنلاین هم نمیشد چون ما مشکل داشتیم پس سنگینی. بچه آدم یه چیزایی از من میخواین خب مثلا تو یک ساعته که من نمیتونم همه اینا رو درس دادم بابایی. الان قطبی نابطبی محلول آره اصلا چون نمیبینین چیجوری مینویسن بچه ها مثلا یکی می نویسه قطبی ناقطبی یکی می نویسه محلول یکی می نویسه آنتالپی یکی می نویسه آنتالپی پیمان. خب بفرما سرماز جان بالای این میلیلیت بودش. آره من فکر کنم به خاطر اینکه تعدد نظر داریم اگه باهاش یعنی فصل به فصل بریم جلو به نظرم بهتره. یاد میگیری علی زاره ای آنتالپی یاد میگیری اونا رو بسپار به من یاد میگیری. من جزوه میخوام محسن نه جزوه چی رو بزن براتون الان خود میارم آره اینه رو حسنه من میتونه این خالیشون رو میگیره چیه جزوه یازده همون رو خامش رو ادام بگیرم خامش طول میکشته حقشو ندارم اینا رو تا پایین تا تو اینا رو خالی میکنم بچه های گفی بزنم. خب بپرسم تا این جزوه نگاه آمده بشه استکیومتری. بله اصلا ما میگیم تو یه قانون داریم میگه سعی همینه که فاطمه بگم استکیومتری تمام قانون پایستگی استکیومتری داریم ما استکیومتری تمام نمیشود بلکه از فصل به فصل دیگر منتقل میشود حالا تموم نمیشه. خب من بپرسم بچه ها ببینم بچه های تجربی که کسایی که بغیر از یعنی بجز
ببین با این باز کنی باید بهتره با این راحت‌تری. اینو بکش بعد دیلیتش کن. نه کل اینو کش بپایین. حالا بیا آره راحت‌تری پس صفحه رو دیلیت نکن. کسایی که بچه ها سر کلاس تجربی هم و به جز دندون دارو پزشکی حرفه‌ای درس دیگه ای میخوان کسی هست اینجا داریم؟ دندون دارو پزشکی حرفه‌ای فیزیو هوافر نه بچه های تجربی پرسیدم هم باید از کردم به جز پزشکی دندون و دارو ژنتیک هم سراغ ریاضی ها میه فاطمه جان آره همه رو پاکن نگه صفحه خالش مامایی رادیولوژی استاد فیزیک واکنش نویسی اگه بخوام بگم دو ساعت وقتمون رو میگیر اگه میخواییم بگم جراح پلاستیک یه عربینی رزیدنت دیگه چت رو باز کنم باش به شرطی که چت رو باز کردم با هم گپ نزنیم دیگه خب بچه های ریاضی به غیر از آیتی و برق و مهندسی شیمی کی چی میخواد قبول شه؟ نه دیگه اونا نمیخواد مکانیک مهندسی نفرشته خود منه کامپیوتر آیتی مهندسی پزشکی یا رو نخواد خواهش داروز انرژی هستی خیلی عمالی اگه برسم فاطمه میگم واکنش نویسی مبحث بسیار بسیار واکنش یعنی مبحث طولانیه هم کافیه نه کافی هم میره مانوی اما بریم چند تا سوال حل کنیم سوال هم سلام بالا میگه که ببین من گفتم داده سوال اتاق آره انقدر از این اتاق آره الان سوال داره اینو میگه دیگه 1.95 گرم پتاسیم تمام چند سانتی متر مکعب گاز تمام انقدر از این چقدر از اون یعنی الان این میشه اتاق آ داده یه مسئله این میشه اتاق بی به این مجری حل میکنم بچه ها اینجا رو گوش بریم لطفا گوش بریم اینجا رو دیگه 1.95 گرم پتاسیم من زیر پتاسیم تو معادلش می نویسم 1.95 گرم آ پرسیده چند سانتی متر مکعب گاز هیدروژن یاد اون باشه اسم دیگه یه سانتی متر مکعب بله بخیدم فعلا فقط با من صحبت کنیم بچه ما یه چند جلسه بابت معارفه کلاس داریم با هم دیگه یکی هم دیگر فقط بشناسیم نه سال بعد اون که اصلا سال بعد شروع میشه حالا فعلا داریم ما هم آشنا میشیم فعلا من هم سعی میکنم تو این جلسه آشنا شدن یکی هم بهتره از مشاور شما رو حل کنم براتون حالا فعلا به من گوش بده بعد چت نکنیم میگم که اسم دیگه سانتی متر مکعب سی سی یا میلی لیتر همون میلی لیتر اگر گفته چند سانتی متر مکعب پس می‌نویسم ایکس میلی لیتر این هم که بیه ببینن قبول داری من اینجا اتاق آ هم اینجا اتاق بی یه بار تو ذهن شما تعریف کنی من از اتاق آ میخوام برم اتاق بی مسیری که باید طی کنم چه مسیری بود از اتاق آ میرم سراغ در آ از در آ میرم سراغ در بی از در بی داخل اتاق بی اسم در چی بود اسم در مول مول خب من الان تو اتاق آ هم بیارم آم شو اتاقا من از اتاقا میام سراغ دره میشه مله از مله ها میرم سراغ دره بی میشه مله بی و از مله بی میرم داخل اتاق میلی لیتر بی این مسیری که باید طی کنمه حالا نگاه کن جایی که هستم رو مینویسم مینویسم 1.95 گرم آ یه ضرب در یه خط کسری من از اتاق گرم آ میخوام برم سراغ در آ برابر این طبیعیه که گرم آ رو پایین بنویسم مول آ رو بالا بنویسم
از در آ رد میشم میرم سراغ در بی. پس مول آ رو پایین می نویسم، مول بی رو بالا می نویسم، بعد مول بی رو رد میکنم میشه میلی لیتر بی. خب یه فلش بک بزنیم بچه ها. بله کسر پیش سافر شما نمیتونیم باش بریم، که شما باید از این مدل باید بلد باشید، که شما باید تشریحی بلد باشید. فقط روش تستی که من بهتون یاد میدم با چشماتون حل کنم، کسر پیش ساختم و بچه هم یاد نمیدم، اینا با چشم حل میشدم. باشم یه سوال پرسن، ما بغل مول چی میذاشتیم؟ بغل مول یک، پس من بغل مول میذارم یک. بغل گرم چی میذاشتم بچه ها؟ بغل گرم جرممون، جرمولی پتاسیم 39. این کسر رو نگاه کن، کسری که مول روی مول افتاده، در روی در افتاده، در به در شده، کسر در به در، در به در ضریبه، ضریب میخواد. ضریب ماده آ دوه میذارم دو، ضریب ماده B یکه میذارم یک، بغل مول میذارم یک، بغل میلی لیتر میذارم 22400. 22400. حالا تا اینجا رو من فکر میکنم همه بچه ها میتونن بنویسن، مشکل محاسبات ایناست. بورد کلاس برایشون کامل نمیده را. چرا؟ تصویرش رو ریزه میخوای کاربر رو ببن، تصویر بورد براشون ریزه های کاربر رو ببن. نت امروز خیلی داغونه. ایلیا ما بغل مول همیشه میذاریم یک، جرم مولی پتاسیم هم 39. بغل مول همیشه میذاریم یک، جرم مول بغل گرم میذاریم جرم مولی دیگه، جرم مولی است پتاسیم هم 39. نمیدونم فاطمه جان. خب حالا اینجا رو گوش بده. الان نه مریم جان، الان که وقتش نیستش. حالا اینجا رو گوش بده. برای محاسبات یادت باشه ما همیشه دوتا من خودم محاسبات رو از صفر تا صد به شما یاد خواهم داد، که اصلا از کجا شروع کنم به کجا برسم، ضرب و تقسیم ها رو بهتون یاد خواهم داد. اما واسه محاسبات دوتا قاعده بلد باش. یک، من نه صفر دارم نه اشار، یعنی اصلا نه نگاه میکنم صفرام چند تاست نه اشارام چند. دو، یه ضرب مثلی هست میگه کبوتر با کبوتر، آشغال با آشغال، هر چی عدد آشغال داریم با هم دیگه ساده میشه. من یک ممیز 95 رو بنویسمش 19 و نیم ضرب در 10 به توان منفی 1 فرقی که نمی کنه. حالا 19 و نیم رو با 39 ساده میکنم، این میشه 2. 2 رو به 22400 میزنم میشه 11200. دو رو به 11200 میزنم میشه 5600. یه رقم اشار توش ضرب میشه میشه 560. بعد گرم ها با گرم ها ساده میشه، مول ها با مول ها، مول بی با مول بی، در نهایت میمونه میلی لیتر ماده بی. حله؟ بله ملیکا میگه رو تخت هست جزوه منه دیگه. ببین بچه ما اینجا سیستمای خودمون الان کاملا درسته. فکر کنم بچه‌ای که سر دستشون هم هنگ نیست شاید نتشون ضعیفه، یا یه بار خارج چند دوباره وارد چند رفرش کنن شاید بهتر بشه. بابا بغل میلی لیتر همیشه میذاریم 22400. بغل میلی لیتر میذاریم 22400. بله جرم مولی پتاسیم 39 بشه. بریم سوال بعدی. بیا میگه از واکنش آهن سه اکسی
حالا شما واکنش نویسی بلد نیستی، این میشه Fe2O3 با گاز هیدروژن فرآورده این Fe به علاوه یه H2. از این شروع میکنم، دو تا Fe، دو تا Fe، سه تا اکسیژن، سه تا اکسیژن، 6 تا هیدروژن، 6 تا هیدروژن. حالا من گفتم تو سوال هر عددی به داد میشه سوال، میشه مقدار اتاق آ. الان عددی که بهت داده کدوم عدده؟ عددی که بهت داده میارم ذره آخرش من همه رو میمیسیم فعلا من پیش بیا. آها کسی دیگه، ما تو شیمی کامل دقیق با من حرف بزن. 3 و 36 یعنی چی؟ 3 و 36 صدم لیتر هیدروژن. انقدر از این چند گرم آهن چقدر از اون؟ من بهت گفتم انقدر از اینه چی میشه؟ مرضیه خرسند بیا روی خط، مرضیه خرسند بیا روی خط، علامت دست اون بالا رو بزن، بیا روی خط صداتو بشنوم. از طرف من وصلی بابا. مرضیه بعد فقط رو اوکیش کنی، فقط اوکی کن وصلش کن، همین. نه برای شما فعلا زوده، ولی واکنش نویسی بهتون یاد میدن. خیلی مردی فکر کنم به گوگل دسترسی ندادی، فعلا نمیتونی. یه بار دیگه میگم گوش بده، سوال به شما یه عددی رو میده، اون عدد میشه داده یه مسئله. الان تو این سوال چه عددی رو بهت داده؟ 3.36 صدم لیتر گاز هیدروژن. این داده یه مسئله است، میشه اتاقا. عدد یه سوالی میپرسه، چند گرم آهن، میشه اتاق بی. چون دو تا ماده مختلفه میشه اتاق آ، اتاق بی. حالا من قراره که از اتاق آ برم داخل اتاق بی. 3.36 صدم لیتر گاز هیدروژن، 3.36 صدم لیتر اتاق آ. چند گرم آهن؟ ایکس گرم بی. ببینم من از اتاق لیتر هیدروژن بخوام برم بیرون اول به کجا میرسم؟ مارزا فعلا بهتون میدن به درا، پس این مستقیم میره سراغ مولا. حالا از درا بخوام ردشم به کجا میرسم؟ به در بی، پس میام سراغ مول بی و از در بی میرم سراغ اتاق بی، گرم بی. حالا میگم که برای حلش از جایی که هستم شروع کنم نوشتن، می نویسم 3.36 صدم لیتر آ، یه ضرب در یه خط کسری، پایین لیتر آ، بالا به جایی که میرسم مول آ، پایین مول آ رو رد کن، میرسی به مول بی، بعدش مول بی رو رد کن، میرسم به گرم بی. تا اینجا نوشتن هم یاد گرفتم؟ بی حال این برز شیرازی جماعت نمید اینجا بی حال باشه که اول من اینجا رو بگم بعد دونا هم میرسم دیگه. آه فقط شیرازی جماعت باید بی حال باشه. آه ها والو خب آره خب یه اینجور همه ببینم بابا، من همیشه بغل مول میذارم، چند همه جواب بدن بغل مول میذارم. 200 نفر سر کلاسن کلن 10 نفر دارن جواب میدن بغل مول.
فاطمه فاطه یک همیشه میذاریم یک بغل لیتر چم میذارم لیتر گاز 22.4 در به درا ضریب میخواد ضریب ماده آ تو معادله شما هست 3 ضریب ماده بی تو معادلت هست 2 بغل مول میذارم 1 بغل گرم چی میذارم؟ جرم مولی 56 من دو تا رابطه بهت گفتم واسه محاسبات رابطه اول نه صفر دارم نه اشار رابطه دوم چی گفتم؟ کبوتر با کبوتر آشغال با آشغال دنبال اعدادی باش که آشغالن نگاه کن اینجا رو من میگم 336 با 224 این عدد روند کنکور بوده تا حالا 1000 بار تست کنکور شده 336 224 جفتشون به 112 ساده میشن 336 به 112 میشه 3 224 به 112 میشه 2 یه رقم اشار این با یه رقم اشار این ساده میشه میمونه یه رقم اشار 2 رو با 2 ساده کنم 3 رو با 3 ساده کنم یه رقم اشار ضرب داره 56 56 نم حالا ساده میکنم لیترا با لیترا مولا با مولا مول بی با مول بی بمونه گرمه کسی مشکلی؟ خب ضریبش تو معادله 3 دیگه ضریب هاش تو چنده مریم؟ من صدام شبیه هیچ کس نیست من صدام خاص خودم من قبلا تو فیلم های ترسناک داد میزدم میارم همه رو آخر بگیر دیگه آتنای عزیز من اینجا 3.36 دو رقم اشار داره 22.14 هم یه رقم اشار داره ساده کردم یه رقم اون بالا مونده مرضیه الان خودتو گیر محاسبات نکن محاسباتو یاد میدم بهت عزیز من الان خودتو گیر محاسبات ننداز فعلا فقط این مسیر این قلب رو یاد بگیر محاسباتو مثبار به من 2 ماه بعد همه شما با چشاتون محاسبه انجام میدید لطف داری ملیکا جانم بله اینا خیلی آسونه 22400 زهرا مریم جان روش محاسبه روش تناسب اگه بری هیچی نمره نمیگیری عزیزم شما مجبوری اول تشریحی بنویسی خب بریم سوال بعد من میخوام سوال 41 رو حل کنم اما بدون در نظر گرفتن این قسمتش یعنی کاری به چگالیش ندارم میگم که معادله اش اینه دو تا NaH 33 این جوشیرینه دیگه ماده جوشیرینه Na2 33 به علاوه H2 به علاوه CO2 آقا تمام سوالای استوکیومتری با یه عدد شروع میشن به من بگو انقدر از این سوال چنده نفایز اینو خیلی ساده است 21 کامل زهرا عدد واسه من میخوایی بخونی کامل عدد ماده واحد یادت باشه اعداد توی کنتو شیمی شخصیت دارن عدد ماده واحد همه رو با هم 21 سرم گرم سدیم هیدروژن کربنات شده اینقدر از این حالا یه سوال پرسیده ازمون چی پرسیده ازمون چند میلی لیتر گاز CO2 اینا هاش چند میلی لیتر گاز CO2 خب من میگم یه کار انجام بدیم داده یه سوال اتاق خواسته یه سوال اتاق بی اینجاست با من یا 21 صدم گرم ماده آ چند میلی لیتر گاز CO2
من تو اتاق آ هم میخوام برم اتاق بی. مسیر به من بگو من از اتاق آ بخوام برم اتاق بی، اول میرم سراغ آفرین حدیث در آ میشه مولا، از مولا میام سراغ در بی که میشه موله بی، بعد میرم سراغ میلی بی. همینو بنویس جایی که هستی و با سه من اول بنویس. یعنی مینویسم 21 صدم گرم آ، یه ضرب در یه خط کسری، گرم آ میاد پایین ردش میکنم میرسم به مولا، مینویسم مولا، مولا رو رد میکنم میرسم به موله بی، مول بی رو رد میکنم میرسم به میلی لیتر بی. خب من همیشه بغل مول میذارم یک، آفر بغل گرم جرم مولی 84 در به درا ضریب، مرسی، ضریب آ هست دو، ضریب بی هست یک، بغل مول میذارم یک، بغل میلیلیت چی میذارم؟ آفرین فاطمه 22400. فاطمه بانشی تو فامیل تو شاگرد من نبوده؟ فاطمه بانشی پیارسال، من یه بانشی داشتم پیارسال تو نسل قلم، الان داره پزشکی میخونه. کدوم رو علی جان؟ کدوم رو نکته رو بگم؟ الان خواهم دیگم دوباره. ما واسه محاسبات کلن فعلاً امروز دو تا قاعده یاد گرفتیم. حالا بعدها قاعده های ضرب دو رقم تو دو رقم، سه رقم تو سه رقم، دو رقم تو سه رقم، همه رو بهتون یاد میدم. تقسیم ها رو همه رو بهتون یاد میدم. امروز دو نکته. نه صفر دارم نه اشار، کبوتر با کبوتر، آشغال با آشغال. اولین کاری که میکنم اصلا اشار رو نمیبینم. این 21 صدم گرمه. خب من نه صفر دارم نه اشار، پس 21 صدم رو مینویسم 21 ضرب در 10 به توان منفی 2. حالا 21 با 84 ساده میشه، میشه 4. بعد این دو رقم اشار این دو تا صفر رو به این میبره، 2 رو میذارم به سر رقم 224 میشه 112، به 4 ساده میکنم میشه 28. جواب در نهایت میشه 28 میلیلیتر CO2. حل بابا؟ خیلی بی حالی. 84 جرم مولیشه بابا. اگه نوشتیم بریم درصد خلوص. این اگه اوکی این 10 به توان منفی 2 رو تو 2 صفر 22400 حل میکنیم. چون درس ندارم جواد جان، چگالی بهتون درس ندارم. شما اعدادی که آشغالن با هم میگه ساده میشه. یعنی اگه تو سوال به شما عددی دادن که عددش با هم میگه به نظرتون سخته، اونا حتما با هم ساده میشه. چگالی امروز نمیرسم میگم. خب ضریبه اینا هاش 33 که 2، اینا هاش ضریبه 32 هم که 1 دیگه 2 گذاشتم اونجا. چطور حاصل منظورت محاسباتشه محمد؟ نه واکنش شما میدن فایزه فعلا. 21 صدم گرم آ چند میلیلیتر CO2؟ از گرم آمدم مولا، از مولا آمدم مول بی، از مول بی آمدم میلیتر بی. حالا 21 با جرم مولی 84 ساده کردم، اینجا شده 4، دارم هشتم که من اینجا. بعد 8 با 224 ساده کردم شده 28، این دو رقم
شدن دو صفر 22400 رو زده. تستی زوده براتون. خیر. به نفع ماده. الان ماده آی شما مگه این نیست؟ خب چه ذریع خود این؟ ماده بی شما مگه این نیست؟ خب چه ذریع خود این؟ نه مریم جان، واکنش طول میکشه عزیزم. کار یه دقیقه دو دقیقه نیست. مرضیه فکرش نمی کنم فیلم ها رو بذارم. به تو یاد میدم بعدا. جانم الینا. علی وایسا. سلام. صدای منو داری؟ بله کامل. من همشو فهمیدم به جز این که اولش تونتون نوشتید که دو ان ای اچ سی او سه داده، اینا چجوری نوشتید؟ من بلدم آخه اینو، من بلدم، تو قرار نیست فعلا بلد باشی. الینا هستی بابا؟ آره سوالمو کردم نفهمیدید؟ چرا؟ میگم صدای منو داری الان؟ آره صداتون دارم. من میگم اینو من بلدم، اما لزوم نره تو هم بلد باشی. سوال به شما اینو میده. آها فهمیدم. درسته؟ آره اوکی فهمیدم، مرسی. خیلی خوب. خیلی خواهی رو خطیه لینا وایسا، رو خطی وایسا، رو خطم بریم یه سوال با هم حل کنیم. نظر چیه؟ یا خدا چی بریم یه سوال با هم حل کنیم؟ بریم یا خدا بریم بریم سوال 49 بدون در نظر گرفتن چه درصد خلوصش. کاری به درصد خلوصه اصلا نداشته باش. باشه؟ میگن کلسیوم کربنات داره تجزیه میشه. اگه گفتی من اینو از کجا نوشتم؟ داده مسئله؟ نه اینا خود سوال می نمیسه واسم. خب همون میگه داده. آره یه دقیقه بچه ها بایسیم بردش. چقدر نه روز داغونه، چه خبره. باش تازه برده کلاسی الان برای من اومد، خیلی افتضاح. آره نت امروز ضعیفه. چه خبر الینا از چمران؟ چمران والا ما تو کرونا اصلا بیرون نمیریم. شما من میترسم. شما من میترسم و اینه بقیه میرن. آره شیرازی جماعت مگه تو خونه میشینه؟ نه اصلا. شما آخر هفته هاتون حتما باغ رو باید بریم دیگه، نگه میشه نرین اصلا دیگه آخر هفته جزوه‌مو نمیخواد علی، فعلا نمیخواد، فعلا فقط گوش بده. خب الینا این معادله که من نوشتم چیه؟ این از کجا من نوشتم اینو؟ من نمیبینم این برد کلاسیه برام نمیاد. من که نوشتم آبی که نوشتم سیاسی ای. اینو خود سوال به شما میده. خب. پس لازم نیست اونو بلد باشیم. خب حالا به من میگو من برای حل سوال یه استکیومتری میگم انقدر از این چقدر از اون. الان انقدر از اینه توی این سوال کدومه؟ یه عدد برام پیدا کن. میشه این میگم که برده کلاسی من کلا نصفه، یعنی من نصف سوال رو دارم میبینم، اون تیکشو نمیبینم. نمیدونم چرا اینجوریه. چجوریه یعنی؟ یعنی نصفه دقیقا. من از 8.96 لیتر گاز کربن دی اکسید رو دارم میبینم، بقیهش رو نمیبینم، قبلش رو نمیبینم. چجوری اینجوریه؟ خب الیا میخوای یه بار رفرش کنی بابا؟ چیکار کنم؟ با گوشی هستی؟ آره آره با گوشی هم. خب یه مربع داره این وسط توی این جزوه، یعنی تو بردش یه مربع داره. آره میزنم روش بازم نصفه. خب یه بار خارج شد دوباره وارد شو الیا، ببین درست میشه.
خب باشه، پس من میرم. چه بری بیای بیا رو خط برو بیا سریع. باش باش. امروز شانس شما خیلی آره مال عکس نت امروز خیلی داغونه. آخه اینه که نمکنی گره آره من اومدم الان درست شدی؟ آره که کلا مشکیه الان درست میشه. آره درست. خیلی خوب بهم بگو انقدر از اینه چیه؟ 8.96 لیتر گاز کربن دی اکسید. خیلی عالیه. میشه چقدر از اونه چیه؟ چند گرم کلسیم کربناته؟ بله. خب این میشه اتاقا. این میشه اتاق بی. بی برش بنویس. گاز کربن دی اکسید اینجاست. گفته 8.96 لیتر آب. پرسیده چند گرم کلسیم کربنات. درسته؟ آره. خب من از اتاقا بخوام برم اتاق بی، اول از اتاق ها کجا میرم؟ مولا. مولا. بعد از مولا میام کجا؟ مول بی. آفرین. بعد از مول بی میام سراغ همون گرم. گرم. آره. گرم بی. جایی که هستی مو بنویسی لینا. مولا. نه نه نه. این اولش میشه این 8.96. آره. این لیتر. یه ضرب در یه خط کسری. من از لیتر برم مولا چی رو رد میکنم ارینا؟ خب مولا دیگه اون که بهش میرسم چی رو رد میکنم بابا؟ یه لیتر لیتر آ. آها پس پایین مینویسم لیتر لیتر آ. بالا بهش میرسم به چی میرسم؟ مولا. حالا بعدش مول آ رو رد میکنم ارینا به چی میرسم؟ مول بی. بله مول آ رو رد میکنم میرسم به مول بی. بعدش مول بی رو رد میکنم به گرم بی. گرم بی ازم یارم میندازی من بغل مول بعد چند میذاشتم؟ یک. بغل بی؟ فارسی میده. آره. 22 و 4. در به در چی میخواد بابا؟ ضریب میخواد. ضریب آ یک، ضریب بی هم یک، چوبشون یک هم دیگه. بغل مولی یک، بغل گرم جرم مولیش، جرم مولیش 100. خب بهم بگو ببینم من برای این محاسبات دو تا قاعده بهت گفتم. قاعده اول اینکه ساده شون میکنیم با هم. نه صفر داریم نه اشار، نه صفر داریم نه اشغال. کبوتر با کبوتر، آشغال با آشغال، با آشغال. حالا نگاه کن اینجا رو آقا، 896 و 224 آشغال هست یا نیست؟ ساده میشه. آره. این با این ساده بشه میمونه 4. یه رقم اشغال هم بیشتر داره، اینم یه رقم اشغال. 14 ضرب در 100 هم جواب میشه 40. واحدش هم لیترا با لیترا، مولا با مولا، مول بی با مول بی، نمونه گرم بی. گرم بی. درسته؟ بله. خیلی عالیه. من حفظم محمد علی. من جرم مولی ها رو حفظم، تو هم یاد میگیری. مرسی علی نجا. حالا کی میاد روی خط با هم دیگه درست؟ مرسی من واقعا استیکیومتری امروز یاد گرفتم. چون که هم دهم و هم 11 معلم مدرسه‌مون یکم فسفس میکنه به قول معروف، بعد نمیفهمیم واقعا چی میگه. مرسی واقعا. جرمولیش روی حساب کنیم اینجوری. نگاه کن بابایی، شما یه سی آ داری، یه سی داری، سه تا او داری. سی آ رو بهت داده 40، سی رو بهت داده 12، این هم میشه 3 تا 16 تا. اینا رو جمع کنی با هم دیگه میشه 100. میخوام برم اونو حل کنم دیگه.
کی میاد روی خط با هم بریم درصد خلوصی حلش کنیم. سحر نگهداری. سوال بعدی هم هستی بیا. سوال بعدیش هم علیرضا بیا. فاطمه فاتح الان میخوام بذارم تو درصد خلوصش. سحر نگهداری فکر کنم نمیتونه بیاد. فاطمه عسکری بیاد. الان وقتتون بخیر. سلام عزیزم، چطوری بابا؟ ممنون خوبم، شما خوبیم؟ ممنونم. چه خبر از عفیف آباد؟ نرفتم خیلی وقته. خب اینه یه دیدو بسانی زن. چمران رفتی ها؟ بابستنی چه خبر؟ چی؟ بابستنی نرفتم خیلی وقت، کلن بیرون نرفتم. خیلی خوب، خوبه، خوب کاری کردی، خط همه شده اونی خونه بهتر. بریم؟ بله. بریم؟ بله حتما. من سوال با درصد خلوص حلش کنم. میخوام بگم اما اصلا درصد خلوص هیچ فرقی با روش رو نمی کنه. هیچ فرقی، فقط یه ضرب اضافه میشه توش. ببینیم چی؟ اینقدر از این چقدر از این رو مثلا بخون بابا. 49 یا 50 بخونم؟ نه همون 49 رو. همون 49. خب 8.96 صدم لیتر گاز کربن دی اکسید. خب و از همون گرم کلسیم کربن تو خواسته. خب نه اینجوری نشد بسان بخونید، کامل بخون. چند گرم کلسیم کربنات با خلوصه؟ 80% رو از هم خواسته. یه بار دیگه انقل از اینت 8.96 صدم لیتر گاز کربن دی اکسید بهمون داده، از همون چند گرم کلسیم کربنات به خلوص 80% رو خواسته. اونی که به داده اتاق آی یا اتاق بیه؟ اتاق بیه. اونی که به داده اتاق آب ببخشید، اونی که ازت خواسته اتاق آه هستش، درست. اونی که ازت خواسته اتاق بیه. خیلی خوب بریم. فاطمه بودی؟ فاطمه جان 8.96 صدم لیتر گاز عدد پرسیده چند گرم کلسیم کربنات؟ 80% من درصد خلوص رو تو نقشم همونجا ضربش کردم ایناش 80%. حالا من از اتاق آ بخوام برم اتاق بی، مسیری که باید طی کنم چیه بابا؟ خب اول ما باید بیایم لیتر کربن دی اکسید رو تبدیل کنیم به مول کربن دی اکسید، یعنی مول ماده آن. بعد از مول آن میام سراغه. باید تبدیل بشه به مول بی. و از مول بی میام سراغه به گرم بی. حالا یه چیزی، عددی که تو استوب به دست میاد خالصه یا ناخالصه؟ ناخالصه و بعد باید ضرب در درصد کنیم. همیشه خالصه تو استو، هر چی به دست اومده خالصه. یه بار دیگه، عددی که تو استو به دست میاد خالصه یا ناخالصه؟ فاطمه بابا. بله ببخشید صداتون نداشتم. عددی که تو استو به دست میاد خالصه یا ناخالصه؟ مگه ناخالص نمیشه که بعد در درصد خالص باید زر. نه فاطمه، اونی که تو استو به دست میاد خالصه. یه بار دیگه، عددی که به دست میاد خالصه یا ناخالصه؟ خالصه. عددی که به دست میاد خالصه یا ناخالصه؟ خالصه. اینو هزار بار تکرار میکنیم. عددی که به دست میاد خالصه یا ناخالصه؟ خالص. پس اینجا ایکسی که به دست میاد میشه گلم خالص سیاسیوسه. آره یا نه؟ درست. بعدش یه درصد خلوص هم داره. بچه ها این یه دونه سوال رو با دقت گوش بدین، قول میدم یاد بگیرین. بریم فاطمه؟ بله. من می نویسم 8.96. بذار یه کاری کنم، بذار اینجا ننویسم، اینجا بنویسم قشنگ جا داشته باشه. ببین بابا، من می نویسم 8.96 صدم لیتر آب، یه ضرب در یه خط کسری.
خب مخرج رو میذاریم 22.4 لیتر. نه اینجوری نذار دیگه، اینجوری نذار دیگه. تو لیتر آ رو اول نقشت کامل کن، میشه لیتر آ، بعد میرم سراغ چی؟ مول آ. مول آ رو رد میکنم پایین مینویسم، میرم سراغ مول بی. مول بی رو مینویسیم بالا، بعد مول بی رو رد میکنم میشه چی بابا؟ گرم بی رو مینویسیم بالا. حالا این گرمی که به دست اومده خالصه یا ناخالصه؟ گفتم خالصه. آفرین. یه سوال، درصد خلوص شما توی مسئله چنده؟ بهمون دادن 80%. میشه من بگیم معنی 80% یعنی چی؟ معنی یعنی از هر بگو. مثلا اگر 100 گرم از یه ماده داشته باشیم 80 گرمش این ماده هستش. 100 گرم ناخالص رو داشته باشیم 80 گرم اینه. اگه 100 گرم کل ناخالصت باشه 80 گرمش خالصه. یه بار دیگه، وقتی میگه 80% خلوص یعنی اگر 100 گرم کل ناخالصت باشد 80 گرمش خالصه. اینجا کسی که اسمم رسمانه کسی خالصه، من یه زبدر میذارم یه خط کسری، گرم خالص میاد پایین، گرم ناخالص میره بالا. قبوله؟ بله درسته. خالص رو به این بردم شد ناخالص. اینجا چون خالص داشتم اینجا هم باید خالص داشته باشم دیگه. حالا درست. کمکم کن بابا، من همیشه بغل بول میذارم چند فاطمه؟ میذاریم 1. بغل لیک 22.4. آفرین. در به درا با هم خط میخورن. در به درا نمیدونم باقشی. اونا که با هم ساده میشن دیگه، اونا که هم واحد هستن. بعد ضریبه دیگه، گفتیم در به در ضریبه. آره ضریبشون رو بذاری، این یکشه، این هم یکشه. درست. حالا بغل مول میذارم یکش، بغل گرم جرم مولش. کمکم کن. جرم مولش. 80% خلوص یعنی اگر 100 اینجا باید بنویسیم 100 به روی 80. آها 100 گرم کل ماده ناخالص باشه 80 گرمش خالص. بریم ساده کن. بله. اینو با این میذارم 4 یه رقم ارشاد. 4 رو به این 80 میزنم میشه 20. این صفر رو با این صفر میزنم، دهرم با این یه دهم میزنم، جواب میشه 100 دوم میشه 50 گرم. سیاسیوسه. حله بابا؟ بله. دمتم گرم. خط کنم میکروفون. دهرم بستگی به سوال داره عزیزم. جانم فاطمه؟ میکروفونم رو قطع کنم؟ آره عزیزم. آره زهرا قاسمی مهر. آقا من یه سری کلمات رو نمیفهمم. وارونه شد، کی تو خودش ضرب کنیم کی تو عکسش ضرب. این جمله برای بچه که شیمی بلد نیستن ها، این جمله برای کسی که شیمی نمیفهمست. کی وارونه کنیم کی تو خودش ضرب کنیم، حرفا یعنی چی؟ من چیزی که اینجا به دست آوردم چیه؟ خالصه؟ خالص رو میاری پایین، ناخالص رو میبری بالا. همین. کی تو خودش کی تو عکسش نداره. من چی به دست آوردم؟ خالص. حالا تو کسر بعدی، خب اونی که بالای بعد بیاد پایین دیگه، خالص میاد پایین ناخالص میره بالا. همین. های فهمیدن؟ مرضیه خرسن تو بیا رو کار یا صادق جوکار بیا. عددی که توی استو به دست میاد علی همیشه خالصه. عددی که توی استو به دست میاد همیشه خالص. نه دیگه، 100 گرم ناخالص 80 گرمش خالصه. زهرا ربطی نداره به نوع سوال، ربط داره زهرا هوشنگی. صادق نمیتونی بیای؟ هستی فولادی بیا. سلام استاد، وقتتون بخیر. سلام هستی جانم. خوبی بابا؟ خوبم ممنونم، شما خوبید؟
ممنونم. بریم یکی؟ بله بریم. خب بریم ببینم این قرض این چه قرض اون مشخص کن برای این که گفته برای تهیه 14 و 12 اون سوال 50. آها ببخش ببخش. آها خب انقدر از اینش میشه 22 گرم پتاسیم نیترات با خلوص 60%. مرسی هستی. خوندن اینجوریه 22 دهم گرم پتاسیم نیترات 60%. این درصد خلوص مال همین عدد است. خب ادامهش و انقدر از اونمونم میشه میلیلیتر چند میلیلیتر گاز اکسیژن. اینم مهمه که در شرایط استاندارده این معادله SDP کاینوسه میدهد کاین او دوی به علاوه ی او دو موازنت هم میشه 2-2-1. خب بریم هستی؟ بله من پایین این که خوش معدد داره چند بنویسم؟ 60 به روی آها ببخش ببخشید 22 دهم گرم آ آره زدن درصد خلوصش زدن درصد خلوص 60 درصد. الان تو اتاق گرم آ ازم پرسیده میلی لیتر او دو رو میلی لیتر بی رو. آها من از گرم آ اول میلی لیتر بی چه مسئله بعد دارم؟ خب اول گرم آ میریم به مول آ بعد میریم به مول بی میشه بعدش مولمی... میریم به لیتر بی یا میتونیم هم واقعا بریم به میلی لیتر میلی لیتر بی. بله من یه سوال پرسم ازت هستی عددی که تو صبحمون میدن خالصه یا ناخالصه؟ مسلما خالصه. نه دیگه عددی که تو صبح دست میاد آها آها فهمیدم چیزی که خود مسئله میده ناخالصه خروط میشه ناخالص. بله درسته حواسم نبود دیگه. من 22 دهم گرم از یه ماده‌ای بهت دادم اما حواست باشه ها این بله این دیگه معلومه ناخالصه. آها 60 درصدش خلوصه یعنی اون عدده الان خودش ناخالصه یا خالصه؟ اون عدده ناخالصه. ناخالصه مرسی. بریم بله می نویسم میگم 22 دهم گرم آ که ناخالص شما ادعا کردی این ناخالصه. بله یه ضرب یه خط کسری گرم آی میاد پایین خالص. بله مولم میره بالا آی خالص. آره آره یه ضرب در یه خط کسری گرم آی خالص بره مول. ببین 22 بله. دهم گرم آ داری که فقط 60 درصدش خلوصه پس بله. این ماده خالص رو اول باید بکنیش خالص بعد بله. از اتاق بیرون ببینم مگر همه اومدن من اگه از اتاق آ بخوام بیام بیرون بیام تو سمت مولا مگه یه ضرب در 60 درصد کوفتی این وسط نیست؟ بله پس من اول باید این شرط تکلیف این رو مشخص کنم یعنی اول باید بله. تکلیف 60 درصد کوفت رو مشخص کنم با این اثر رو هم بردارم دیگه. آها میام اینجا میگم آقا من 20.2 گرم آ دارم که ناخالصه یه ضرب در یه خط کسری ناخالص پایین خالص بالا خالص پایین مول بالا این میشه مولا بعد یه ضرب در خط کسری پایین چی بابا؟ پایین مول آ بالا مول بی که اینجا چون که در به دره میشه ضریب باید بیاد کنارش وقتی که خواستیم حلش کنیم. ببخشید من صداتون رو ندارم. خب الان اوکیه صدای من؟ بله بله یه بار دیگه بریم
حسن جان من مولبی رو به این بردم میشه میلی سبی دیگه، موافقی با من؟ بله. ببینم 60% خلوص معنیش چی؟ یعنی این که از هر 100 گرم ماده ناخالصمون 60 گرمش خالصه. 100 گرم کل ناخالصت باشه 60 گرمش خالصه. آره خالصه. بله. من برای ناخالص مد بذارم چی بذارم؟ ناخالصمون وقتی که 60 تاش خالصه میشه 40 تاش ناخالصه. آره کلش، کلش. آره 100 تا ناخالص داریم. آره. کلش می‌ذاریم. 60 تاش هم خالصه پس بالا 60. بغل مول چی می‌ذارم؟ بغل مول 1 می‌ذاریم. بغل گرم چی می‌ذارم؟ جرم مولی رو می‌ذاریم. 101. جرم مولی ماده 101. در به درا. باید ضریب بذاریم. برای آ 2 برای ب 1. بغل مول 1 بغل میلی لیتر 22400. مرسی عزیزم. خب من میگم 2 زد بر 101 میشه 202 که با این 20 ممیز 2 ساده شه یه رقم اعشار میدونم. اینو با این 0 100 میزنم، 0 60 میزنم، 2 0 اینو با 2 0 این میزنم. 6 تا 224 تا 6 4 تا 24 تا 2 شد 12 تا 2 تا 14 تا 2 شد 12 تا 1 13 تا میلی لیتر اول. و سلام. هستی فهمیدی بابا؟ همه بچه ها فهمیدن؟ ممنونم. بارو شوش عزیزم من دیگه خاموش کنم میکروفونمو؟ برو هستم برو. من 13-14 سال شیراز درس میدم، این همه آدم بیحال یه جا ندیدم. چه خبره؟ من این کمپ ترکش اعتیاده، نوشتن فرمولو یاد میدم بهتون الان. نه معتادین ها عوضش خوبه، معتادا نمیگیرن، اقل کرونا حداقل نمیگیره. جلسه قرار بچه های شیراز 200-300 تا دیگه دیده بودم، اونا خیلی از شما پر انرژی تر بودن. شما چرا اینجوری میگیره؟ ملیکا بلش کن دیگه، اگه قراره با من بخونی من از اول میگم بهتون. ایلیا بیا رو خط. خب بری تو باید در اقوی سو نمیشه درم بیرم. ما از هر اتاقی محمد بخوایم بریم بیرون اول باید بریم سراغ در، بعد بریم سراغ مول. برای همین اول مول رو می‌نویسیم. ببین معمولا بچه‌ها که پر انرژی دارن مثلا بله اینجوری می‌نویسن، اینجوریه، بی‌حال نیستن. نداریم زهر دیگه، کرونا انرژی گرفته یعنی چی؟ کلاس دو سه دقیقه دیگه تمام بنویسیم تمام. خب من یه چیز خدمتتون بدم. بله میو چی حالا؟ میو من خواهد دادم میو 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 اگر یه عددی بهت بدن و اینکه اون عددی که بهت دادن درصد خلوص هم داشته باشد میشه ناخالص. اما این میخواهش کنه آزان آزان خدا رو شد و اگه یه عددی ازت بخوان که درصد خلوص داشته باشه اون میشه خالص. ما چند جلسه اول بچه ها داریم با هم آشنا میشیم، اول اخلاقیات هم دیگه رو اصلا بدونیم چیه و اینکه بعدش ما قراره که چی کار بکنیم و در ادامه بهتون میگیم. فعلا میخوام یه دو سه هفته بهتون کمک کنم چیزایی که مشکل دارین رو یاد بگیم. نمیدونم مسا جان، هر چقدر که وقت بکنم میذارم. من شیرازی ها بی نهایت برام عزیزم، بی نهایت. من شیراز شهر دومم به حساب میاد، برای همین برای شیرازی ها هر چقدر بتونم میذارم، ولی تایم داشته باشم میذارم. حالا فعلا پنج شنبه کلاس داری؟ بیاین با هم دیگه پنج شنبه آنتالپی رو کار کنی. به محض اینکه فاطمه بشه من میام اونجا. بله زهرا جان من تهرانم.
نه نجمه، ساعت شدتون اعلام میکنن از آموزشگاهتون در تماس باش. آره میریم پنجشنبه آنتالپی، قولم بدونم آنتالپی رو یه جوری بگم تشتکات بپره. خدا رو شکر شهید جانم. نه چرا مرزیه شما، شما شیرازی نیستی، کجایی شما؟ 3 سال پیش منو دیدی الینا، کجا دیدی حالا؟ کلاس هشتم بودی منو دیدی کلی. خشتی هستی. آها خوبه. بله بقیه سلام. من از آشنایی تک تکتون خیلی خیلی خوشحالم، از اینکه یه رفیقای جدیدی پیدا کردم خیلی خیلی خوشحالم. اگر سوالی داری من معمولا دایرکت اینستاگرام راحت‌تر از همه جواب میدم. توی اینستاگرام هم مثلا بنویسین میتونم جوابتون رو بدم، حالا تا جایی که بتونم جواب میدم. و اینکه من اسم خودمه مسیحا طلوعی، اسم خودم عزیزم مسیحا طلوعی، فارسی بزنی وسط میاد. و اینکه کلی زیاد دوست دارم. تا پنجشنبه همگیتون خسته نباشید.